افتتاح یه سد نمکی دیگه. فاجعه زیست محیطی به مراتب بدتر و خطرناکتر از سد گتوند. سد چمشیر 25 کیلومتری گچساران، کهکیلویه و بویرحمت. اما چرا گروهی از کارشناسان از جمله دکتر حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران، کارشناس و فعال محیط زیست، ساخت این سد رو بیش از یه مصیبت میدونن؟ این تپه هایی که شما دارید اطراف میبینید کاملا کره سازنده گچساران است. لزومی نداره که من توضیح بدم. اگر شما این ساختار پفی را نگاه بکنید کاملا میبینید که این سازند که یک سازند گچی نمکی هست، به محض اینکه این سد پر شد، مخزن پر آب شد، تمام این سازند حل خواهد شد، تمام این کوها حل خواهند شد. یعنی حل شدن نمک های سازند گچساران در آب مخزن چمشیر همون بلایی رو بر سر رودخانه زهره میاره که شوراباهای سد گتوند بر سر رودخانه کارون آورد. البته با یه تفاوت بزرگ که باعث میشه شرایط در این منطقه به مراتب بدتر باشه. آب رودخانه زهره اصولاً کمی شوره. بر اساس آخرین گزارش‌های میدانی، ایسی آب این رودخانه 2000 میکروزیمنسه. یعنی این آب برای کشاورزی مفید نیست و باعث شوری اراضی میشه. پس با آبگیری این سد فاجعه‌ای ملی اتفاق میفته. بر اساس تحقیقاتی که محققان دانشگاه تهران انجام دادن، 400 هزار تن نمک سالیانه در این مخزن حل خواهد شد. ما صدها میلیارد تومان خرج میکنیم سد میسازیم، میلیون ها میلیون درخت رو نابود میکنیم، آب شیرین رو تبدیل به شورابه میکنیم، بعد یک منطقه وسیع رو نابود میکنیم. طی 5 سال گذشته نه تنها تلاش کارشناسای مختلف و نامنگاری با تمامی ارگان ها و مقامات ذی‌صلاح از جمله رئیس جمهور کنونی برای توقف این طرح به جایی نرسید که کار ساخت سد با بودجه حدوداً 7000 میلیارد تومانی به علاوه فاینانس کشور چین که رقم دقیق اون مشخص نیست به روزهای پایانیش نزدیک میشه. شرکت مدیریت منابع آب و نیرو هم به هیچ عنوان حاضر به پاسخگویی درباره سد چمشیر نیست. این یعنی تکرار گتوند، یعنی پخش کردن رسوبات تبخیری مثل نمک و گچ در بخش قابل توجهی از زاگرس. مدیا مصور، اتاق خبر.